مردم بزرگ و فهیم سرزمین عزیزمان ایران لازم می‌دونستم بعد از صحبت‌هایی که شنیده شد از رئیس جمهور فعلی آمریکا نکاتی رو به عرض ملت ایران برسانم اولا در صحبت های آقای ترامپ نسبت به سیاست ایران که در واقع اعلام می کرد جز فهاشی و مشتی از اتهامات واهی علیه ملت ایران حرف دیگری وجود نداشت من دعوت میکنم رئیس جمهور آمریکا رو که هم تاریخ رو بهتر بخوانند هم جغرافیا را هم نسبت به تعهدات بین المللی و هم راجع به ادب و اخلاق و عرف جهانی و بین المللی ظاهرا ایشون خبر نداره که دولت آمریکا دولت کودتا را در شست و چند سال پیش در این کشور روی کار آورد و قدرتی بود که با پول و اعمال نفوذ و استفاده از مزدوران خودش حکومت قانونی این سرزمین رو سرنگون کرد ظاهرا ایشون فراموش کرده که در طول مبارزات یک پارچه ملت ایران علیه دیکتاتوری و برای به دست آوردن آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی در این سرزمین کشوری که بیشترین حمایت را از دیکتاتور وقت در ایران می‌کرد آمریکا بود ظاهران فراموش کرده که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در همون روزهای اولیه طراحی آمریکا در ایران کودتا بود که البته یک بار دیگر هم در سال 59 این کودتا را تکرار کرد ظاهرا فراموش کردند که در هشت سال دفاع مظلومانه ملت ایران در برابر تجاوز آمریکا از متجاوز حمایت کرد و فراموش کردند که در موشکباران شهرهای ایران و همچنین بمباران شیمیایی شهر سردشت و حلبچه بیانیه‌ای که لازم بود آمریکا در این زمینه ها بدهد و از متجاوزین در برابر متجاوزین بیستد و از مظلومین حمایت کند درست به عکس عمل کرد تاریخ را ما باید دقیق بخوانیم، بهتر بخوانیم. در شست و چند سال گذشته با مردم ایران چه کرده اند؟ و در طول چهل سال بعد از پیروزی انقلاب چگونه با مردم ایران رفتار کرده اند جغرافیا را هم باید مطالعه کنیم چطور یک رئیس جمهور اسم خلیج معروف تاریخی جهانی رو هنوز یاد نگرفته همون خلیج فارسی که متاسفانه ناوگانهای آمریکایی بی جهد و مداوم در این منطقه رفت و آمد می لا لاعقل از نظامیان خودش میپرسید که در نقشه هایی که دست نظامیان خودش هست نقشه هایی که دست خلبان خودش هست اسم این خلیج را چگونه نوشتند پس بنابراین جغرافیا را هم باید بیشتر مطالعه کنند حقوق بین الملل را هم ظاهرا دقیق نخوندند چطور نسبت به یک معاهده ای که معاهده چند جانبه است و به یک معنا چون در سازمان ملل متحد و طبق غتنامه تایید شده یک سند سازمان مللی است مگر یک رئیس جمهور میتونه این سند را به تنهایی لغو کنه و الغا کنه او ظاهرا نمیدانه که این یک سند دو جانبه بین ایران و آمریکا نیست که هر گونه خاص رفتار بکنه ادب و اخلاق هم بسیار اهمیت داره حرفهای ناسهی ناروا دروغ اتهامات بی اساس نسبت به ملت بزرگ ایران ملت بزرگی که همون ایامی که همین آقای گوینده امشب به منطقه خلیج فارس آمده بود در جنوب خلیج فارس در انتخابات شکوهمند کم نظیر مردم ما حضور پیدا کردند و شرکت کردند آیا ملتی که دموکراسی را توأم با فرهنگش با ایمانش مورد دقت قرار میده و به تمام معاهدات بین المللی و تعهدات بین المللی خودش همواره احترام گذاشته آیا این دولت و این ملت یاغی یا دولتی که همواره در پی تجاوز و کودتا در این منطقه و در جهان بوده صدها هزار نفر رو در مناطق مختلف جهان از ویتنام گرفته تا در آمریکای لاتین و تا در کشورهای دیگر با بمبها مورد کشتار قرار داده کسی ادعا میکنه که در برابر سلاح هستی میخواهد ایستادگی کند که تنها کشوری است در تاریخ جهان که از سلاح هستی علیه یک ملت استفاده کرده اون هم نه یک بار دو بار و امروز هم کشور دیگری را در همون منطقه به سلاح هستی تهدید میکنه کشوری که هم دارای سلاح هستی است هم از سلاح هستی استفاده کرده و هم از سلاح هستی کشورهایی که با او رابطه نزدیک دارند مثل رژیم قاسب صهیونیستی نسبت به سلاح هستیش هم کمک کرده و هم حمایت کرده آیا او میخواد در برابر اشاعه اصلاح هستی اقدامات جهانی انجام بده به نظر من یک بار دیگر برای مردم ما روشن شد که دولت آمریکا دولتی است که علیه مردم منطقه علیه ملت ایران و علیه ملت‌های مظلوم همواره خط قبلی خودش را میخواهد ادامه دهد ملت ایران ملتی نیست که با حرفهای ناروا و سخنان تنفرانگیز بخواهند در برابر یک دیکتاتور سرفرود بیاورند ملت ایران در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نیاورده و نخواهد آورد خیلی از کشورها بودند که از صدام حمایت کردند و دیدن ملت ما را نتوانستند بشکنند بسیاری از کشورها بودند که به تحریم علیه ایران پیوستند و براشون ثابت شد که ملت ایران را نمیتوانند به زانو در بیارند امروز برای ملت ایران روشنتر شد واضحتر شد که بیش از گذشته باید در کنار هم باشیم بیش از گذشته باید متحد باشیم سخنان امشب نشان داد که برجام مستحکمتر از اون چیزی است که این آقا در دوران رقابت انتخاباتی فکر می کرد ماها از حکومت جدید آمریکا گذشته و مداوم علیه برجام شعار می میده تازه که میخواست تصمیمی بگیره راجع به برجام میگه من میخوام به برجام تبصره بزنم با همکاری کنگره نمیدونه که برجام نه ای بهش اضافه میشه نه تبصری بهش اضافه میشه نه بندی بهش اضافه میشه مردم بزرگ ایران دیدن که برای اولین بار آمریکا در برابر یک تعهد چند جانبه بین المللی موضع گرفت و بلا فاصله کشورهای بزرگ دنیا و اتحادیه اروپا در برابر آمریکا موضع گرفت آمریکا امروز تنهاتر از همیشه در برابر برجامه تنهاتر از همیشه در برابر توطعههاش علیه ملت ایرانه ما با سراحت میگیم در برابر تروریزم در منطقه ایم و خواهیم ایستاد همون تروریست هایی که خود این آقا در مبارزات انتخاباتی پارسالش اعلام کرد که به وجود آورنده داعش خود دولت آمریکا بوده بله سپاه پاسداران ملت ایران ملت عراق ملت سوریه ملت یمن و مردم منطقه در برابر گروه های تروریستی ساخته شده ی توسط آمریکا به اعتراف خود ترامپ میسته و ایستادگی میکنه و تا نابودی اونها از پای نمی نشینه سپاه پاسداران به عنوان نیروی قدرتمندی که مردم ایران همواره در کنار سپاه بودن و سپاه همیشه در کنار مردم بوده از کشور خودش قبل از جنگ تحمیلی در برابر گروهک هایی که خود شما اونها را علیه ملت ایران تحریک کردید ایستادگی کرد و مقابله کرد و در دوران جنگ تحمیلی در برابر متجاوزین ایستاد و امروز هم به ندای مظلومیت مردم مظلوم منطقه پاسخ مثبت داده و پاسخ مثبت خواهد داد آیا سپاه فاسد هست یا دولت و نیروهای مسلحی که همواره در این منطقه علیه استقلال ملت ها مداخله کردند تلاش کردند آیا دولت ایران دیکتاتور هست دولتی که تمام ارکانش با انتخابات و با رأی مردم هست یا دولت هایی که مورد حمایت آمریکا هستند و هنوز ای دارند کشور خودشون رو اداره بی کنند و یک بار رنگ انتخابات را در کشور خودشون ندیدند آیا رژیمی که در این منطقه بر مردم مظلوم فلسطین و لبنان و دیگر کشورهای منطقه ظلم کرده و ظلم میکنه در برابر اون رژیم شما حامی اون رژیم هستید اما نیرویی که داره با تروریزم در منطقه مبارزه میکنه و هیچگاه به هیچ کشوری تجاوز نکرده نسبت به اونها لحن بی ادبانه را به کار میگیرید یادتون رفته شما مردم مظلوم یک هواپیمای مسافربری را مورد حمله موشکی در خلیج فارس قرار دادید و بعد به متجاوزین و جنایتکاران این حادثه دلخراش مدال دادید و جایزه دادید شما یادتون رفته که جنگ های این منطقه رو شما به وجود آوردید یادتون رفته با مردم افغانستان و عراق و سوریه و دیگر کشورها چه کار کردید شما نسبت به موشک های ایران نگران هستید چطور اون سلاح هایی که هر روز به کشورهای متجاوز میدید و با هواپیمای ساخت خودتون و با بمب‌های ساخت خودتون مردم مظلوم یمن را هدف قرار میدن شما نسبت به اون سلاح‌ها و اون تجاوزها اعتراضی ندارید شما سکوهای نفتی ایران را مورد تجاوز قرار دادید همیشه در این منطقه تجاوز کردید سلاح ما موشک ما برای دفاع ماست ما همیشه مصمم بودیم برای دفاع و امروز مصممتر ما همیشه برای ساخت هایی که مورد نیاز ما بود تلاش می کردیم و از این پس تلاش مضاعفتر انجام خواهیم داد سلاح ما برای دفاع ماست و ما به دفاع و تقویت دفاعی خودمون ادامه میدیم و کلام آخر ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چند جانبه و بین المللی به یک معنا تا زمانی که حقوق ما تأمین می شود تا زمانی که منافع ما اقتضا می کند تا زمانی که ما از منافع برجام برخوردار هستیم در چارچوب منافع ملی و مصالح ملی به برجام احترام می کنیم با آژانس بین المللی همکاری کردیم و در چارچوب معاهدات بین المللی و برجام با آژانس همکاری خواهیم کرد اما اگر روزی منافع ما تأمین نشود و طرفهای ما بخواهند تعهدات خودشون رو زیر پا بگذارند بدانند ایران لحظه درنگ نخواهد کرد و به اونها پاسخ خواهد داد آنچه امروز و امشب از مقامات آمریکا شنیده شد جز تکرار حرفهای نادرست اتهامات واهی و فهاشی که در طول سالهای گذشته در طول چهل سال گذشته تکرار می کردند چیز جدیدی نبود ما قافلگیر نشدیم چون چهل سال هست به این حرفهای شما عادت داریم ملت ما قافلگیر نشد برای اینکه توقعی جز از شما نداشته و نداره اما شما بدانید با این حرف های نادرست خودتان ملت ما را متحدتر کردید شما نمیتونید بین ملت و حکومت فاصله بیندازید شما قادر نیستید بین ملت ایران و رهبری عظیم و و محبوب این کشور فاصله بیندازید اساس انقلاب ما بر مبنای این بود که دین از سیاست جدا نیست و حلقه اتصال دین و سیاست ولایت فقیه و مقام معظم رهبری است ملت ایران به رهبری خودش طبق شر و قانون اساسی احترام گذاشته و احترام خواهد گذاشت فرامین رهبری فرامین متا برای ملت غیور ایران هست و ملت ایران یک پارچه است همه جناها همه گروه ها همه احزاب همه اقوام همه مذاهب در برابر دشمنان ملت ایران و در برابر شما ایستادگی خواهند کرد شما از شعار ملت ایران ناراحتید دست از سیاست خسمانه خودتون بردارید مردم ایران به مردم آمریکا احترام گذاشته امروز هم احترام میگذارد اما سیاست های متجاوزانه شما را قبول نداشته و قبول نداره و شعار مردم ایران در برابر کشور آمریکا نیست در برابر ملت آمریکا نیست در برابر سیاست غلط و متجاوزانه آمریکاست این دست شماست که سیاستهای خودتون رو اصلاح کنید این دست شماست که راه درست احترام به ملت را یاد بگیرید اگر چنین کردید مردم ایران هم به خوبی میدانند که اون زمان با شما چگونه رفتار بکنند ملت ما مثل همیشه ایستادگی میکنه در برابر توطئه‌گران هدف اصلی اونها این است که ما را از رشد اقتصادی باز دارند هدف آمریکا اینه که دنیا را نسبت به ایران و برجام متزلزل کنه و در نهایت میخواد جلو سرمایه گذاری در ایران را بگیره جلو رشد اقتصادی و رونق اقتصادی رو بگیره علا رقم حرف های ترامپ و علا رغم اهداف شوم سیاستمداران آمریکایی ملت ما برای رشد اقتصادی برای رونق اقتصادی بیش از پیش تلاش خواهد کرد و فرمان رهبری را برای اقتصاد مقاومتی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته